سلام به شما دانش آموزان خوب، بریم برای جلسه امروزمون و ببینیم که چگونه است. یک چند تا از بچه ها پیام فرستاده بودن که ما نمیتونیم وارد کانال بشیم. خب این آیدی منه دیگه، آیدی اینجا اشاره شده ادسان عربیک مسوا، و یا اون لینک رو هم من قرار دادم، هم لینک رو گذاشتم هم این آیدی هستش. از همین طریق باید شما وارد کانال من بشید و مشکل خاصی نبود باشه، چون من بچه ها رو دیدم همه وارد این کانال شدن. بازم پیگیری کنید، اگر نشد بگید که باز ببینیم چه کاری میشه انجام داد. و اما بریم برای بحث امروزمون. این درست افتاده آیه؟ آره. خب جلسه سوم ما بچه ها، بله نوشید با لینک تونستیم وارد بشیم. خیلی خوب، خدا رو شکر، با لینک هم من فرستادم، آیدی هم فرستادم دیگه، حتما به یک شکلی عضوش بشید و از مطالب اون استفاده بکنید. خب بریم برای جلسه سوم ما، باب های ثلاثی مزید. این باب های ثلاثی مزید رو بچه ها یادتون هست یه جلسه ای رو رایگان ما گذاشته بودیم تقریبا چند هفته پیش که مفصل وارد شدیم، اشاره کردیم که بابهای ثلاثی مزید بسیار مهم هستند، یعنی هم توی اعراب و ترجیح صرفی کنکور که به اصطلاح سه تا تستتون توی این مقوله هستش، اما به لحاظ ضبط و یا حرکت گذاری که یک عدد تست هم در این رابطه خواهید داشت، یعنی عملا بحث امروز ما چهار تست رو به خودش اختصاص خواهد داد. پس بحث مهمی هست و قبلا هم اشاره کردیم و اون زمان که این رو بررسی می کردیم نمونه های مستقیم از 1400 هم برای شما در ارتباط با این موضوع تستاش رو بهش پرداختیم و بررسی کردیم. خب حالا مجددا میریم وارد این بحث میشیم، جلسه سوم ما باب های ثلاثی مزید، روز ساعت تاریخ هم که مشخص است، دین و زندگی 25 عدد تست داریم، 17 دقیقه زمان براش تعیین شده و هر سوال هم 41 ثانیه فرصت دارید برای اینکه پاسخش رو بدید. خب اما جمله امروز ما زیبایی حذف اضافات است، از میکلانج، زیبایی حذف اضافات است، مطلب بسیار مهم و سخن بسیار نغز و زیبایی است از میکلانج مجسمه ساز، و موضوعش هم این هستش که به اصطلاح روزی میکلانج سنگی رو از کوه کنده بود و میبرد در کارگاه خودش که از اون مجسمه‌ای بسازه. یکی از دوستاشون رو دید و گفت که این سنگ بدقواره رو میخوای چیکار کنی؟ گفت بعد از یکی دو هفته بیا تا بهت بگم. بعد از یکی دو هفته که دوستش وارد کارگاه شد از اون سنگ بدقیافه هیچ خبری نبود و دید یک مجسمه بسیار زیبایی داخل کارگاه است. گفت اون سنگ رو چیکار کردی؟ گفت این همون سنگ بدقواره است، من هیچ کاری نکردم، فقط اضافاتش رو زدم. و بنابراین ما در زندگیمون، در مطالعهمون، در مخصوصا دانش آموزای کنکوری که خیلی درگیر کتابای متنوع هستند برای یک درس، اینجا گفته می شود که زیبایی در حذف اضافات است. شما نیاز نیست برای یک درس ده ها کتاب رو کنار خودتون چیده کنید، کافی است که یک کتاب رو، یک کتاب خوب و جامع رو داشته باشید و از اون استفاده بکنید به جای که چندین کتاب رو در کنار خودتون قرار بدید که باعث پراکندگی ذهنی هم بشود. در زندگی هم همینطور، خیلی چیزا هست تو زندگی های ما که اضافی هستش، یعنی وقتی اینا هضم میشن میبینیم که زیباتر میشه محیط اطرافمون. خب بریم سراغ یوگا خندمون. آماده اید بچه ها اینجا؟ آماده اید؟ بریم. یک دو، یک دو سه، یک دو، یک دو سه، هو هو هی هی هی، هو هو هی هی هی. آفرین، بارکلا. خب خنده یک متری چیست بچه ها در یوگا خنده؟ متر رو شما در نظر بگیرید، اینجا که باز میکنید به میزان یک متر میخواید بری جلو، متأسفانه از همین ابتدا شروع میکنید به خنده، با همین باز کردن اندک اندک خندهتون هم همینطور خواهد بود. یه بار دیگه. بسیار خوب، عالی بچه ها، متشکرم از اسکریا که
فرستادید. خب بریم برای بحث امروزمون بچه ها، ببینیم که چگونه است باب های ثلاثی مزید، ببینیم که چی هستن. خب باب افعال رو داریم در مصدر، اول من باب ها رو تکمیل میکنم. باب تفعیل رو داریم، افعال، تفعیل، مفاعلت، تفاعل. حالا این بخش رو کامل بکنیم، البته این طرف هست همینجا بهش میپردازیم. خب افعال، تفعیل، مفاعلت، تفاعل، تفعول، افتعال، انفعال، استفعال. استفعال یه بار دیگه بچه، افعال، تفعیل، مفاعلت، تفاعل و تفعل و افتعال و انفعال و استفعال. اینا هشت باب ثلاثی مزید هستن. باب های ثلاثی مزید باب های قیاسی هن. یعنی بر یک وزن معین فقط دلالت میکنن، وزناشون متغیر نیست، ثابت هست. در ماضی، مضارع، امر، مصدر همیشه ثابته. خب ابتدا بریم باب افعال رو کامل بکنیم. ماضیش افعل، مضارع چی بچه؟ بگید یفعلو. یفعلو باریکالله. امرش افعل، این ثابت دیگه، امر و ماضی و مضارع. افعل، افعل، یفعل، افعل، افعال، افعل، یفعل، افعل، افعال، اکرم، یکرم، اکرم، اکرام، اخرج، یخرج، اخرج، اخراج. خب زائد چگونه است؟ یعنی در باب افعال ما چند تا حرف زائد داریم. بچه ها برای حرف زائد باید برگردید به سراغ ماضیش. همیشه برای اینکه تشخیص بدید فعل شما ثلاثی مجرد است یا ثلاثی مزید، برگردید صیغه اول ماضی همون فعل رو نگاه کنید. اگر اون ف و عین و لامش که اصلی، سایر مواردش زائد هست. خب در باب افعال ماضیش هست افعل. افعل ف و عین و لام اصلی هست، همزش زائد هست. اینجا هم نوشیم حرف زائد همزه، این همزه است. خب کاربردش برای چیه؟ گفته اغلب متعدی است، برای متعدی کردن میاد بچه ها. یعنی چی؟ یعنی فاعلم میخواد، مفعولم میخواد. فعل متعدی فعلی است که علاوه بر فاعل به مفعول هم نیازمند است. به همین خاطر میگن که فعل های گذرا، فعلی که از فاعل میگذرد و به مفعول میرسد. خب مثالش رو نگاه کنید. انزل الله القرآن، انزل فعل است، الله فاعل هست، قرآن هم مفعول هست. رمز ترجمه ایمون چی است؟ را، را. خداوند قرآن را نازل کرد. چه چیزی را نازل کرد؟ قرآن را. این هم رمز ترجمه ایش هست. باب دوم باب تفعیله. ماضیش فعل، فعل، مضارع یفعلو، یفعلو. امر رو که میدونید از مضارع میگیریم، حرف مضارع رو بر میداریم، ما بقیش رو مینویسیم. اگر ساکن بود به جای حرف مضارع همزه میاریم، اگر ساکن نبود هر چی که مانده مینویسیم، آخرش هم ساکن میکنیم. یو فعل و یش رو بر میداریم، ما بقیش رو مینویسیم فعل، فعل، تفعیل. پس ریتمش چی شد؟ فعل، یو فعل، و فعل، تفعیل. صرف، یو صرف، و صرف، تصریف. فره یا فره و فره، تفریح. بسیار خوب. خب حرف اضافی چیه؟ میریم سراغ ماضیش. فعله، فعله، عینش، عین الفعلش تکرار شده، یعنی یه بار دیگه ذکر شده. پس ف و عین لام اصلی است، اون عینی که تکرار می شود زائد هست. تکرار عین الفعل، تکرار عین الفعل. این هم چه خواهد بود با توجه به رمز ترجمه را؟ این هم اغلب متعدی هست، اغلب متعدی هست، یعنی فاعلم میخواد، مفعولم میخواد. نزل الله المطر، نزل الله المطر، خداوند چه چیزی را فرو فرستاد؟ باران را. به را پاسخ داد، به چه چیزی را و چه کسی را. خب این هم از باب دوم. میریم سراغ باب سوم که باب مفاعلت هست. ماضی فاعل، مضارع بگید بچه ها یفاعلو، یفاعلو.
امرش چی؟ حرف و مضارع رو برمی‌داریم، ما بقیش رو می‌نویسیم، آخرش هم ساکن می‌کنیم. فاعل، فاعل. و فاعل یو فاعل و فاعل مفاعله، کاتب یو کاتب و کاتب مکاتبه، زارب یو زارب و زارب مزاربه، به همین شکل گفته می شود. خب حرف اضافی، میریم سراغ فاعله، الفش اضافی هست. کاربرد برای چی؟ برای مشارکت یک طرفه که توی مثال خواهم گفت یعنی چی، و اینم اغلب متعدی هست، اینم برای متعدی کردن میاد. اما بیاد داشته باشید اگر فعلی تو باب مفاعلت رفت، رمز ترجمه ما با هست، با، از با استفاده می کنیم. مشارکت هم یک طرف است. مثالش رو نگاه کن، جالس علی یون الابرار، علی با نیکان هم نشینی کرد، علی با نیکان هم نشینی کرد. یه مشارکتی رخ داده به نام هم نشینی، منتها این همنشینی به توسط علی صورت گرفته، مشارکت یک طرفه هستش. اینم رمز ترجمه‌ای در باب مفاعلت. بریم باب بعدیمون که تفاعل هست. ماضی تفاعل، مضارع یتفاعل، و امرش میشه تفاعل. تفاعل، حرف مضارع رو برمی‌داریم، سایر مواردش رو می‌نویسیم. تفاعل یتفاعل و تفاعل، تفاعل. تکاتب یتکاتب و تکاتب، تکاتب. تجاوز یتجاوز و تجاوز، تجاوز. تکامل یتکامل و تکامل، تکامل. این هم از این. تعداد زائد، میریم سراغ ماضی. تفاعل ف و این لام اصلی، ت و الف زائد هست، دو تا حرف اضافی دارد. خب این برای چی میاد؟ اینم مشارکت دو طرفه رو نشان میده و لازم، این لازم است، یعنی نیاز به مفعول ندارد. تکاتب از صدیقان، رمز ترجمه چیه؟ با یک دیگر، با یک دیگر. دو دوست با یک دیگر نامه نگاری کردن، این مشارکت دو طرفه است. اینم نامه نوشته، اونم نامه نوشته، دو دوست با یک دیگر نامه نگاری کردن. این هم از باب تفاعل که مشارکت هم دو طرف است. میریم سراغ باب تفاعل. ماضی تفعل، مضارع چی بچه ها؟ یتفعل، یتفعل، تفعل، یتفعل، تفعل، تفعل. تصرف یتصرف و تصرف، تصرف. تجمع یتجمع و تجمع، تجمع. زائد چیه؟ میریم سراغ تفعل. ف و عین و لام اصلیه، ت و تکرار عین الفعل زائد هستش، یعنی دو تا حرف زائد داره. این باب برای اثرپذیری میاد و اغلب لازم، اثرپذیری یعنی ممانعت و مخالفتی ندارد. تأدب الطفل، رمز ترجمه چی است؟ شد، کودک ادب شد، پذیرفته تأدیب و ادب رو، و بنابراین اینو میگن اثرپذیری، میپذیره متابعت، اثرپذیری. و از رمز شد در ماضی میشود در مضارع استفاده میکنیم، یعنی بدونی که فعل ما رو مجهول کنیم معنای مجهولی ازش استخراج میکنیم. پس وقتی تو این باب هایی که لازم هستن، یعنی مثل باب تفعل، افتعال، انفعال که الان بهش میرسیم، اینا اگر لازم باشن و رمز ترجمهشون هم شد باشه، اینا فعلایی هستن که مجهول نمیشن، خودشون معنای مجهولی دارن، فعلای متعدی هستن که مجهول خواهند شد، فعلای لازم مجهول نمیشن مگر اینکه به یک شکل اونا رو متعدی بکنیم. خب بریم باب بعدی، افتعال. ماضیش چی بنویسیم بچه ها؟ افتعل، افتعل، یفتعل، افتعل، افتعال. انتشر، ینتشر، انتشر، انتشار. به همین شکل موارد مختلف رو براش میتونید داشته باشید. این از باب افتعال. زائد چیه؟ باز میریم سراغ زائد، شد سراغ ماضی دیگه. همزه و ت زائد هست، اثرپذیری باز هست، اغلب لازم هست، رمز شد هست. انتشر الکتاب، کتاب منتشر شد یا چاپ شد. باب بعدی باب انفعال. ماضی
انفعل، ينفعل، انفعل، انفعل، ينفعل، انفعل، انفعال، انكسر، ينكسر، انكسر، انكسار، انفجر، ينفجر، انفجر، انفجار. زائد همزه و نون هست، اثرپذیری لازم. رمز ترجمه شد انفجر البرکان، آتش فشان منفجر شد. اینم از این باب. و آخرین بابمون باب استفعال هست، استفعل ماضیش، یستفعل مضارع، استفعل ام، استفعالم که مصدرش هست، زائدمونم همزه و سین و ت، همزه و سین و ت زائد باب استفعال هستش. خب برای چی میاد؟ طلب و درخواست، اغلب متعدی. رمز ترجمه چیه؟ واژه‌های طلبی دیگه، خواست. استغفر الله، از خداوند آمرزش خواست، طلب و درخواست در درونش هستش. خب اینم از باب استفعال. 8 بابمون در اینجا ما مطرح کردیم و ماضی مضارع امر و مصدرش و حروف زائد، کاربرد و رمزهای ترجمهش بیان شد. خب اینو یک نگاهی بکنید بچه ها. پس همینطور که گفتم بابهای ثلاثی مضی چی هستن؟ باز یکی از بچه ها گفته من توی تشخیص زائد مشکل دارم. گفتم که برای حرف زائد یا حروف اصلی از حروف زائد سراغ ماضی همون فعل برید. ماضیش مثلا وقتی یضربو میاد، ماضیش چیه بچه ها؟ یضربو ضربه. خب الان ضربه چند تا حرفه؟ سه تا حرف میشه ثلاثی مجرد. حالا اگر به ماضی فعلی برگشتی دیدید از صرف بیشتر داره، از صرف بیشتر داره، اون میشه ثلاثی مزید، یعنی از صرف بیشتر داره. این راهکار ثلاثی مجرد از مزید هست بچه ها. خب وزنها مهمن، اینا رو تمرین کنید، اینا رو اینقدر تکرارش بکنید که ملکه ذهنتون بشه مثل جدول زد، که به محضی که تو اعراب تعلیل صرفی یک فعلی اومد به باب ثلاثی مزید رفته و خواستی شما سریع ببینید از چه بابی هست، کدوم گزینه داره به اون بابش اشاره میکنه، اینا اینقدر کار کرده باشید که ملکه ذهنتون باشه. همون شکلی که من تمرین کردم و بعد نمونه مثالایی رو ذکر کردم، شما هم همینطور اونایی که مسلط نیستن حتما این تمرین رو داشته باشن. این موارد چهارگانه رو، ماضی مضارع ام مصدر، حتی اگه امرش هم نگفتید ماضی مضارع مصدر هم بهش توجه بکنید که بیشتر این قالب ها میان، میتونه به ما کمک کنه. افعل یفعل افعال، فعل یفعل تفعیل، سفعل یسفعل استفعال. اینو تمرین کنید تا کلا ملکه ذهنتون بشه، بسیار مهم هستن. خب بچه ها قبل از اینکه وارد نکته ها بشیم، همتون به من کمک کنید، باب افعال چند تا حرف اضافی داریم؟ سریع بفرستید باب افعال چند تا؟ آفرین، یک. می نویسم یک. باب تفعیل رو بگید بچه ها. باب تفعیل سریع. بله بله یک. باب مفاعلت، بله بازم یک، یک حرف اضافی. باب تفاعل، بله آفرین، دو تا. تفاعل، دو تا، آفرین. افتعال، دو تا. انفعال، دو تا. و استفعال، سه تا. این دیگه همیشه ثابت و معین است و حتما بهش دقت کنید. باب افعال، تفعیل، مفاعلت، هر گونه فعلی که میخواد بیاد، از هر صیغه‌ای که میخواد بیاد، اگه به شما گفت چند تا حرف اضافی داره بگید یک حرف اضافی داره. باب تفاعل و تفعل و افتعال و انفعال، ماضیش بیاد، مضارعش بیاد، مصدرش بیاد، هر چی بیاد شما دو تا حرف اضافی باید، یعنی به حساب گذاری که میگه دو تا حرف اضافی دارد. و باب استفعال هم همیشه سه تا حرف اضافی خواهد داشت. خب این جدول ما و موارد متعددی که براش مطرح شد. بریم سراغ نکته هامون، نکته هایی که در این رابطه هست و بهش بپردازیم. نکته اول، تنها همزه مفتوحه، تنها همزه فتحه دار در امر مخاطب مربوط به باب افعال، مربوط به باب افعال است. فقط باب افعال بچه ها که همزه امرش فتحه داره، افعل یفعل و افعل، اکرم یکرم و اکرم، احسن یحسن و احسن،
پس تنها بابی که حمزه امر مخاطبش فتحه دارد باب افعال، هیچ حمزه فتحه دار دیگری در امر مخاطب وجود ندارد، یا ای است یا او، و فقط باب افعال است. این خودش تست کنکور بوده، بهش توجه داشته باشید. بریم نکته بعدی. باب تفعیل در مصدر سه وزن دیگر نیز دارد. این بچه ها، این نکته ها اصلا در کتاب شما نیست، اما خب وقتی که مثال امر مخاطب باب افعال را آورده است، یا نکته بعدی باب تفعیل در مصدر میگیم سه وزن دیگر داره، تا شاید مثال ها در متن درس ها توی تمرینات میبینید اون وزن های دیگرش اومده، خب مهمه دیگه. اگر وزن دیگر باب تفعیل رو بیاره و بگی نه چه بابیه، شما سریع باید تشخیص بدید که اینم از باب تفعیل هست. خب باب تفعیل در مصدر سه وزن دیگر دارد. یک وزنش از تفعیله، تفعیله، مثل تبصره، تسکیه، تسلیه، تنقیه، تصفیه، اینا همه از باب تفعیلن. دو تفعال مثل تکرار، تکرار، تبخال، تسکار از باب تفعیل هستن، یعنی مصدر دیگر باب تفعیله. یکی هم فعال، فعال مثل سلام، سلم یا سلم و تسلیم مساییس با سلام، کلم یا کلم و تکلیم مساییس با کلام. پس باب تفعیل میتونه به جایی که ما تفعیل رو بیاریم، تفعله رو بیاریم، تفعال رو بیاریم، فعال رو بیاریم. اینا هم مصدرهای دیگر باب تفعیل هستند، حتما بهش توجه بشود. خب نکته بعدی، باب مفاعلت در مصدر یک وزن دیگر هم داره. بچه اون وزن چیه؟ چی؟ فعال یا فعال بچه ها؟ آها آفرین، حرکت گذاری هم کردم بعضی از بچه ها. فعال، فعال، بالا بود فعال، یس فعال. جاهده یا جاهد و مجاهده یا جهاد، کاتبه یا کاتب و مکاتبه یا کتاب، حاسبه یا حاسب و محاسبه یا حساب، دافع یا دافع و مدافعه یا دفاع. با مفاعلت پس میتونه به جایی که بر وزن مفاعلت بیاوریم، بر وزن فعال آورده شود. اینم از نکته بعدی. میریم سراغ نکته بعدیمون. تنها در دو باب تفاعل و تفعول است که حرکت عین الفعل ماضی، مضارع، امر، ماضی، مضارع، امر فتح است. دو تا باب داریم، باب تفاعل و تفعول، که ماضیشون و مضارعشون و امرشون حرکت عین الفعلشون فتح استش. تکامل، یتکا مل و تکامل، تصرف یا تصرف و تصرف. پس فقط این دوتا بابن که حرکت عین الفعلشون در ماضی مضارع امر، ماضی مضارع امر به صورت فتحه آورده می شود. و نکته بعدی، در دو باب تفاعل و تفعل صیغه های دو و سه و شش، صیغه های دو و سه و شش یا 632 در ماضی و امر مخاطب یکسان هست، صیغه سه و شششون. خب تفاعل مثلا تکاتب، میخوایم ماضیشو بگیم، صیغه یکش میشه تکاتب، صیغه دو تکاتب، صیغه سه تکاتب و صیغه شش هم تکاتب. نه، امرشو میخوایم بگیم، صیغه یک تکاتب، اما صیغه دو تکاتبا، تکاتبو و تکاتب نه، سه و ششش هست. پس بنابراین این موارد این دو و سه و شش در باب تفاعل و تفعول ماضیشون و امر مخاطبشون یک شکل نوشته میشود. خب اگر به تنهایی بیاد مثلا تکاتبا یا تکاتبو یا تکاتب نه، به تنهایی بیاد بگه این چیه، این فعل هم میتونه ماضی باشه هم امر مخاطب باشه، یعنی میره ساق گزینه که به این دو مورد داره اشاره میکنه. اما یه وقت هست داخل جمله میان اینا،
داخل جمله اگر بیان، ما چگونه تشخیص بدهیم که آیا این فعل ها ماضی هستند یا امر مخاطب هستند؟ چگونه بچه ها میشه تشخیص داد اگر توی جمله بیان که بفهمیم آیا این تکاتبایی که آمده یا تکاتبویی که آمده یا تکاتبنی که آمده است ماضی است یا امر مخاطب؟ میتونید بگید به من بچه ها؟ از روی ضمیرها. بله، یکی از نشانه ها ضمیر هستش. آفرین، درسته. خب اگر مثلا داخل جمله ضمیرای غایب بیاد، هو هما هم، ها هما هن، نه، اینا نشون میده این فعل ماضیه. اما اگر اومد گفت انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتون، نه، اینا نشون میده که مخاطبند، یعنی امر مخاطب. پس به ضمیرها توجه میکنیم. ضمیر غایب ماضی هست، ضمیرای مخاطب نشان میده که اون فعل فعل امر هست، با نشانه هایی که پس داخل، یا فعل فعلای دیگری که داخل جمله اومده. اگر اون فعلا فعلای مخاطبی باشن معلوم میشه اینا فعل امره. اگه فعلا غایب باشن نشون میده که اون فعلی که آمده ماضی هستش. این هم راهکار دیگری که برای تشخیص اینا هستش. خب بچه ها، فقط یکی دو مطلب رو من اشاره بکنم، بس تمام شد. اینجا من یک توجه میدم. توجه، گاهی وقتا بچه ها فعل هایی میان که داخلشون هم نون داره هم ت داره، هم نون داره هم ت داره. ما میمونیم که چیه ساله؟ چی رو؟ نکته آخر کلا نفهمیدم. نکته آخر بچه ها، یکی از بچه ها گفته نکته آخر، نه نکته آخر رو متوجه نشدیم. ببین تو باب تفاعل و تفاعل وقتی فعل ماضیشون رو یا امر مخاطبشون رو صرف میکنی، صیغه دوی ماضیش میشه تکاتبا، مثلا تکاتبا، تکاتبا، بعد تکاتبا، بعد تکاتبو، میگیم مثلا ذهب، ذهبا، ذهبو، ذهبت، ذهبتا، ذهبنا، حالا تکاتب، تکاتبا، تکاتبو، بعد ادامه میدی دیگه تکاتب، تکاتبتا، تکاتبنا. صیغه دو و سه و ششش توی ماضی با صیغه دو و سه و ششی که تو امر صرف میکنی، میگی اذهب، اذهبا، اذهبو، اذهبی، اذهبا، اذهبنا، حالا تکاتب، تکاتبا، تکاتبو، تکاتبی، تکاتب، تکاتبا، تکاتب، نه. بنابراین صیغه های دو و سه و شش عین صیغه های دو و سه و شش ماضی نوشته می شوند، فرقی با هم ندارن. گفتیم چگونه تشخیص بدیم که ماضی است یا امر؟ اگر ضمیرای غایب اومد، یعنی هما، هم، از این ضمیر اومد یا هن اومد، معلوم میشه اون ماضیه. اگر انتما و انتم و انتون نومد، نشون میده که اون فعل امر هستش. خیلی راحت قابل تشخیص هستش. خب اما توجه کن بچه ها، توی گاهی وقتا یه فعل های یه کلمات میان که داخلش هم نون داره هم چی داره؟ ت داره. ما میمونیم که آیا این از باب انفعال هست به خاطر نونش یا از باب افتعال هست به خاطر تی که آورده است. دقت داشته باشید که اگه از این به بعد بعد از نون تی دو نقطه اومد، بعد از نون ت دو نقطه اومد، بعد از نون ت اگه اومد، این اومد از باب افتعال بگیرید. پس هر موقع بعد از نون ت دو نقطه دیدید، اون فعل از باب افتعال هستش. مثل انتظره، انتظره، اینو نشون میده که بعد از نون ت دو نقطه اومده، پس اون از باب، یا انتقم، انتقام، اینا همه از باب افتعال هستن. خب این یه مطلب. مطلب دیگه این که گاهی وقتا بعضی از کلمات هست که داخلش هم سین اومده هم ت اومده، همزه و سین و ت اومده. خب میمونیم که این سین و تی که آمده از باب استفعال بگیریم به خاطر سینش، یا از باب افتعال بگیریم به خاطر تی که داخلش اومده. سین و ت میتونه از باب استفعال باشد یا افتعال. اینم باز دقت میکنید، مثالایی که من اینجا میزنم این باشه، مثلا استماع،
استعمار، استعمار. خب اگر نگاه کنید بچه ها، برای این دوتا وقتی میخواید تشخیص بدید، حالا این من مسترش رو آوردم، تو استماع چند تا حرف داریم؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شش. تو استعمار چند تا داریم؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. خب تمام شد. اگر کلماتی اومد که توش سین و ته داشت، تو مصدراشون شش حرفیا افتعال هفت حرفیا استفعال شش حرفیا افتعال هفت حرفیا استفعال استماع افتعال استعمار استفعال. پس میشمارید دیگه، اگر سین و ته داشت شش حرفیا رو افتعال بگیرید، هفت حرفیا رو استفعال بگیرید. حالا اگر فعلاشون بیاد، مثلا مازیش بیاد، مضارعش بیاد، یک دونه کم میکنید. استمع، استمع پنج حرفیا افتعال، استعمر شش حرفیا استفعال. پس توی فعلاشون صیغه اول چه ماضی چه مضارع و چه امر، اگر پنج حرف بود افتعال، شش حرف بود استفعال. یا میگه میبرید تو مصدرش، مصدر شش حرفیا رو افتعال بگیرید، هفت حرفیا رو استفعال. سین و ت، پس نون و ت، بعد از نون ت دو نقطه باب افتعال بگیرید. سین و ت داشت، اگر شیش حرف بود افتعال، هفت حرف بود استفعال. درست شد بچه ها؟ بله بسیار خوب. یکی از بچه ها گفته که ضمیرهای مخاطب و غایب و متکلم توضیح دادید. بله توی اون مورد کتاب رو که حالا انشاءالله اگر در اختیارتون قرار گرفت، همچنین خود پی دی اف این کلاس ها که در اختیار شما قرار میگیره، اون جامعه کلیش که در اختیار شما هست، ما دو تا صفحه اختصاصی داریم. یکی از صفحه اختصاصی صرف فعل ها هست، صرف ضمیر ها هست، غایب و مخاطب هست، به عربی چی میگن 14 صیغش رو، به فارسی چی میگن 14 صیغش رو، همه رو اونجا آوردیم. در اونجا همه کامل ذکر شده و به اصطلاح دو تا صفحه ویژه و اختصاصی داریم که جدای از این بحث هاست. در آخر همین فایل پی دی افی که در اختیار شما اگر فرستادن در اختیارتون هست، تو صفحات آخرش رو نگاه کنید. یا اگر کتاب رو گرفتید، صفحه آخر کتاب دو تا صفحه ویژه اختصاصی داریم که در اونجا تماما صرف شده است. خب اینم از این بچه ها. یک موضوع دیگه، یه مطلب دیگر هم بچه ها بهش دقت بکنید، یک دقتی داشته باشید. یک سری فعل هایی هستن تو باب افتعال، مثلا میگه که اتهام، اتخاذ، اتصال. اینا رو دقت داشته باشید، نه از باب افتعال هم. از باب افتعال هم. خب بیشتر اونها این گونه هستش. مثلا اتحاد، یک در گذشته ما یه چیز داشتیم تحت عنوان معتل مثال، یعنی اولین حرف اصلی یک فعل واو و یه باشه، واو الف یه. اون واو اگر، یعنی واو باشد اولین حرف اصلی فعل یا یه باشد، وقتی که به باب افتعال برده می شود، اون حرف واو یا یه به ت تبدیل می شود و اون ت با ت باب افتعال ادغام میشه و مشدد میشه. این هم یک دقتی داشته باشید بچه ها. بذاریم ببینم از صفحه بعدش جا داریم، برگردیم همینجا. همینجا من یک چیزی رو می نویسم. ببین مثلا اینم پس تمومش کنیم. وحده، وحده اینو میخوام ببریم به باب افتعال، به باب افتعال. خب اگه نگاه کنید حرف اولش چیه بچه ها؟ واب هستش. اینو بخواستید ببرید به باب افتعال، باید این گونه می نویسید دیگه، اف
اتحاد، اتحاد به این شکل می شود. این واو رو به ت تبدیل می کنیم و ت رو در ت ادغام می کنیم، میشه اتحاد، اتحاد. پس اتحاد و اتخاذ و اتصال و اتفاق، دقت داشته باشید که اینا این گونه بوده. مثلا اولش با و بوده اون فعله، وحده، وصله. الان وصله رو بگید بچه ها چی میشه مصدرش به باب افتعال؟ اتصال. آفرین. خب وفقه، وفقه چی میشه وفقه بچه ها؟ اتفاق. ببین همین. پس اولش با واو شروع شد یک فعل، اگر گفت ببرید به باب افتعال، اون واو رو، اون حرف واو رو به ت تبدیل میکنید و دوتا ت رو در هم ادغام میکنید، تشدیددار میشه، میشه اتحاد. پس اتحاد قبلا چی بوده؟ اتحاد بوده. حروف اصلی چی بوده؟ وحده بوده. و به همین شکل. حالا به عنوان یه نکته گفتید که یادداشت بکنید، من میگم این نکتهش رو شما پس اونجا یادداشت بکنید. بنویسید هرگاه فعلی، هرگاه فعلی حرف اول آن با واو شروع شود و به باب افتعال برده شود، و به باب افتعال برده شود، آن واو به ت یا به تا، آن واو به تا یا ت تبدیل می شود و سپس مشدد می گردد. مشدد یعنی تشدید میگیره، مشدد می گردد. این هم از این نکته بچه ها که به امان نکته های حاشیه‌ای که اگر اومد حتما بهش توجه داشته باشید. خب کلمه های برگزیده برای مکانهای خالی مثل جلسات قبل 20 تا داریم که من اینجا مشخص کردم، اما زمست زندگی امروز خاطری از علامه جعفری که ایشون نقل میکنه از یکی از دوستاش. علامه جعفری بود در یکی از زیارت هام که مشهد رفته بودم، دوستش داره میگه، اینو توضیح داده برای علامه جعفری. به امام رضا گفتم یا امام رضا دلم میخواد تو این زیارت خودم رو از نظر شما بشناسم که چجور منو میبینید. نشونش هم این باشه که تا وارد صحنه شدم، از اولین حرف، اولین کسی که با من حرف میزند، من پیامتو بگیرم. وارد صحنه که شدیم، خانومم رو گم کردم، این ور بگرد، اون ور بگرد، یه دفعه دیدم داره میره. خودم رو رسوندم بهش و از پشت سر صداش زدم که کجایی خانوم؟ روشو که برگردوند، دیدم زن من نیست. بلافاصله بهم گفت خیلی خری، خیلی خری. خب نشونش رو پس نشون داد بهش. حالا منم مات و مبهوت شده بودم که امام رضا عجب رک حرف میزنه. همین جور که نگاهش میکردم و تو فکر بودم، فکر کرد دست بردار نیستم. دوباره گفت هم خودت خری، هم هفت جد و آباده. علامه میگفتن این داستان رو برای شهید مطهری تعریف کردم، ایشون دقیقه ها یا تا 20 دقیقه میخندیدن. اینم از زمست زندگی امروزم. خب در جلسه سوم بچه ها جمعای مکسرمون، مترادف و متضاد ها رو من یک روحانی میکنم، اینا در اختیارتون هست ازش استفاده بکنید. البطاقه به معنی بلیت یا کارت، جمعش میشه بطاقات. بهائم چارپایان اهلی، مفردش میشه بهیمه. بقاع مکانها یا قطعه های از زمین، مفردش میشه بقعه، بقعه. و سلج به معنای برف یا یخ هست، جمعش میشه سلوچ. جمارک، جمرکات، مفردش میشه جمرک. فیلم، فیلم، جمعش میشه افلام. سکان، ساکنان، مفردش میشه ساکن. عصور، دورانها، مفردش میشه عصر. نیام، خفتگان، مفردش میشه نائم. و اما مترادف ها، ترا مساویس با تشاهدو به معنای میبینی.
اصبح صار به معنای شد، نزول سقوط به معنای پایین آمدن، تساقط وقع به معنای افتاد، تناول اکل به معنای خوردن، یرسل و یبعث و میفرستد، حیر اعجب به تعجب انداخت، حجر ترک رها کرد، یبسط و ینشر و میگستراند، اجتنب امتنع خودداری کرد، لدی قنده نزد المسموح الجائز یعنی مجاز، ازداد مساوی با کسره به معنای زیاد شد. ازداده رو بچه ها با زاده اشتباه نگیرید، زاده یعنی زیاد کرد، افزود، ازداده یعنی زیاد شد، کسره زیاد شد. تکلم تحدث صحبت کرد، حفل مهرجان یعنی جشن، جاهز حاضر یعنی آماده، فرح سر خوشحال شد، دفع ترد دور کرد، راند تجلا ظهر آشکار شد، من فضلک رجاعا یعنی لطفا. اینم از مترادف ها. اما متضاد ها، انتبه یعنی بیدار شد، نام خوابید، رفع بالا برد، انزل پایین آورد، انقطع قطع شد، اتصل وصل شد، نزول پایین آمدن، صعود بالا رفتن، تساقط افتاد، سعیده بالا رفت، یمین راست و یسار چپ، یبسط و میگستراند، یجمع و جمع میکند، رجاء به معنی امیدواری، یأس به معنی ناامیدی، اساعت بدی کردن، احسان خوبی کردن، تفرق پراکنده شد، اتحد متحد شد، فرح شاد شد، حزن ناراحت شد، سلم یعنی صلح، حرب یعنی جنگ، بخل خسیس بودن، سخا بخشندگی، صدق باور کرد، کذب تکذیب کرد، سودا سیاه، بیضا سفید، بعد دور شد، قرب نزدیک شد، بهائم چارپایان اهلی، وحوش درندگان، انسا جنس ماده و زن، ذکر یعنی جنس نر یا مرد، ولی دوست عدو دشمن، فرق خالی شد، امتلا پر شد، اخرج بیرون آورد، ادخل وارد کرد. اینم از متضادها، جمعی مکسر، مترادف ها، متضاد ها که یک روخانی کردیم، در اختیارتون هست ازش استفاده بکنید. خب میریم برای آزمون امروزمون، 6 دقیقه زمان دارید، یه زمانی که هم یک تنفسی داشته باشید و تنفسی بکشید، آبی بنوشید و همچنین در این ظرف 6 دقیقه پاسخاتون هم برای من بفرستید تا نگاه کنیم و بعد از 5-6 دقیقه این رو بررسیش رو داشته باشیم. راحت باشید. خب ممنون از شما دانش آموزان خوب که پاسخ ها رو یک به یک فرستادید، بعضی هاتون هم که یک جا همه موارد رو مشخص کردید. خب بچه ها صدای من رو دارید؟ بسیار خیلی ممنون. بریم برای سال اول، تعیین کنید خطا رو. مصاحبه گفته که برابر است با حساب. اگه یادتون بیاد با مفاعلت گفتیم که یه وزن دیگه هم داره بر وزن فعال. خب پس مصاحبه با حساب درسته. تعریف مساویست با تعرفه. باب تفعیل یکی از وزناش تفعله بود، تفعیل تفعله، تفسیر تفسره، حالا اینجا تعریف تعرفه، اینم درسته. تسلیم بر وزن تفعیل، وزن دیگر باب تفعیل فعال بود، فعال، سلام، درست است، این هم میپذیریم. اما در گزینه 4 مجاهدت گفته که معادل است با جهاد. باب مفاعلت وزن دیگرش فعال هست، یعنی باید بگوید جهاد نه جهاد، و برابر این غلط هستش. همین فتحه ای که اینجا گذاشته است این خراب کرده است، این غلطه. خب بریم برای سوال دوم، تعیین کنید صحیح رو. در تعداد حرف زائد از بابهایی که آمده. خب اگر یادتون بیاد گفتیم باب افعال تفعیل مفاعلت، اگر هر کدوم این آمدن یک حرف اضافی داریم در این بابها،
باب افعال گفته دو تا. خب این غلطه، این غلطه. باب تفعیل گفته است یکی. بله دیگه، باب تفعیل یک حرف اضافی داشت. چیکار میکردیم؟ برای حرف زاید میرفتیم سراغ ماضی. فعل، فعل، ف و عین و لام اصلی است، عینش که تکرار شده اضافی است. این درست است، همین هم انتخابش میکنیم. اما در باب افتعال گفته سه تا حرف اضافی، باب افتعال دو تا حرف اضافی داره اگر به ماضیش برگردیم. و باب استفعال هم گفته چهار تا، باب استفعال سه مورد داشت و اینها غلط هستند. پس جلوش ما مشخص میکنیم باب افعال یکی، باب افتعال دو تا، باب استفعال سه تا، باب تفعیل هم که یکی هست و یکی هم که گفته است. شماره سه گفته است کدوم فعل همزه امرش فتحه میگیره. گفتیم تنها یک باب هست که همزه امرش فتحه داره، باب افعال. افعل، یفعل و افعل، افعال. باید بریم ببینیم کدام یک از این فعل ها تو این قالب رفته است. گزینه سه، تثبتون، اثبت، یثبت و اثبات. اما اونای دیگر اگه نگاه کنید، تفرهونه، چون میخوایم امر بسازیم حرف مضارع رو بر میداریم دیگه، حرف مضارع که در تفرهونه بر میداریم ساکن نیست که همزه بیاریم، همزه نمیخوایم، میگیم فرهو، نونش هم که میفته. تو کفکفو، کفکفو. تو جاهدونه، جاهدو. ته و نون رو میندازیم، ما باقی دیگرش رو میاریم. و تسبتونه است که بعد از حرف مضارع ساکن است، نیاز به همزه داریم، باب افعال همزه فتحه دار. پس این سه رو انتخابش میکنیم. شماره چهار، تعیین کنید حرف حروف اصلی برای انتبه. خب گفتیم اگر بعد از نون ته دو نقطه اومد، بعد از نون اگر ته دو نقطه اومد، یه از باب افتعال هست، از باب افتعال. خب پس برابری انتبه از باب افتعاله. حالا حروف اصلیشو میخواد، همزه و ته رو بر میداریم، سایر مواردشو میگیم. همزه و ته رو که برداریم نبه میمونه، یعنی گزینه یک رو انتخابش میکنیم. بریم برای شماره پنج. چند تا فعل ثلاثی مضید یافت میشه تو این عبارت. فعل ثلاثی مضیدمون یکی اینه، انهزم، ینهزم و انهزام، از باب انفعال. اما لا نترکو، نه، نکتسب و اکتسب، یکتسب و اکتساب، این دو مورد باب افتعال. ابتسم، ابتسم، یبتسم و ابتسام، از باب افتعال، اینم سه مورد. افتخر، یفتخر و افتخار، اینم از باب افتعال، چهار مورد. گزینه دو رو انتخابش میکنیم. چهار تا داریم ثلاثی مضید. شماره شش، تعیین کنید سعی رو در معنای مفردات، اونی که درست است. انتبهو استيقظو، هر دو اینا نبهه و یقظه از بیداری میاد، بیدار شدن. پس بنابراین همین رو انتخابش میکنیم. گزینه یک ما به لحاظ معنایی این دوتا کلمه یکی هستن. اما حاولو به معنای تلاش کردن، ذهبو رفتن، خب این غلطه. بهائم چهار پایانه، حدائق باغ ها هست، غلط هست. تسبهو می شود، اما تکونو می باشد. بنابراین اینم درست نیست. گزینه یک رو انتخابش می کنیم. شماره هفت، تعیین کنید غیر مناسب رو برای این عبارت. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، میگه بندگان مهربان خداوند یا بخشنده خداوند کسانی هستند که در روی زمین به آرامی، هون یعنی آرام، آرامش، با آرامش راه میروند، متکبر نیستند، مغرور نیستند، آرام و با وقار هستند. غیر مناسب رو میخواد. خب اگر نگاه کنید بچه ها، تو اینجا ما تواضع داریم، این فروتنیه. در اینجا افتادگی داریم، این فروتنیه. در اینجا خیشتنبین داریم، اینم به اصطلاح فروتنی رو نشون میده. اما در گزینه دو رهروان نیست که گه تند و گه گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. این از آرام را رفتن میاد، از وقار و به اصطلاح فروتنی نیست. اینجا مراد این عبارت بر روی زمین با آرامی را میروند، یعنی متکبر نیستن، مغرور نیستن. بنابراین گزینه دوی ما نامناسب هستش.
این رو انتخابش میکنیم به عنوان گزینه نامناسب و بریم برای مورد بعدیمون، لبعض المناطق فی العالم تا آخر که آورده شده. این لامی که بچه اول میاد بر سر اسم یا ضمیر در میاد، این لام مالکیت رو نشون میده، مالکیت رو نشان میده، یعنی دارد، دارند. خب این از این. اما بعدا میرسیم توی بحث های ترجمه ای یه اصلی داریم به عنوان اصل ترتیب کلمات، یعنی اون ترتیبی که در جمله آمده است باید کنهو در تعریب و ترجمه رعایت بشود، جز یکی دو تا اختلافی که در فارسی و عربی وجود دارد. مثلا فعل ها در فارسی ابتدای جمله و در عربی، در عربی ابتدای جمله میان، در فارسی انتها آورده میشه، یا موصوف و صفت مضاف الیه در عربی و فارسی یک جابجایی دارند. خب حالا اینجا نگاه کنید، ما گرمون رو همین باز میکنه، فی العالم. بچه به من بگید فی العالم یعنی چی؟ فی العالم در جهان، در دنیا، در بسیار خوب، تمام. نگاه کنید، فی العالم، فی العالم در جهان. بذارید اینم با همین رنگ خودش نشان بدیم که رنگای که خلاف هستید. اینجا میگه که عالم، اینجا میگه جهان، اینجا میگه عالم. این فی رو به کار نبرده است، پس بنابراین گزینه یک انتخاب خواهد شد. به همین راحتی، به همین راحتی اصل ترتیب کلمات همون رو در اینجا ما توانیستیم به گزینه مد نظر برسیم. زیرا که مالکیت رو هم اینجا نشون میده که دارند، و فعل‌ها هم که به همون شکلی که باید باشد، جمع ها هم به همون شکلی که باید باشه ترجمه شده است. خب این از ششتا تستی که مربوط به کوتاه مدت، آزمون کوتاه مدت، یعنی بلافاصله بعد از تدریس کلاس این گرفته میشه که بچه ها فعال بشن، حافظه کوتاه مدتشون رو ببینیم چگونه هستش. بازم تکرار میکنیم که آزمون بلند مدت که در اختیار شما قرار میگیره، در اون آدرسی که داده شده، آیدی که داده شده، حتما همه تون بچه ها ارسال کنید. یک هفته فرصت دارید، 8 تا تست هست. این رو حتما مطلب اون جلسه که درس داده میشه رو خوب بهش توجه بکنید، بخونید، مسلط بشید. آزمون کوتاه مدت رو هم باز یک بار دیگه نگاه کنید و در نهایت اون آزمون بلند مدتتون رو بزنید. زمان رو حتما رعایت کنید، اون 6 دقیقه‌ای که گفته شده، و ارسال کنید، تکلیفتون رو ارسال کنید. اینجا دیده میشه، بررسی میشه و بعداً برای شما ارسال میشه که چه نمره‌ای رو گرفتی، چه درصدی رو زدید، و برای هر کس برای خودش ارسال خواهد شد. و ما در پایان دورمون اون بچه‌هایی که درصدای بالایی زده باشن حتما یک تشویقی خواهیم داشت، یک هدیه‌ای به اونها خواهیم داد. همچنان که من جلسات پیش رو نگاه می‌کردم، تعداد زیادی از بچه‌ها هم 100 زده بودن، یعنی اینم داشتیم، تعدادی که اصلا نزده بودن، تعدادی درصدای 50 به بالا و به پایین داشتن، اما یه تعداد از بچه‌ها 100 رو زده بودن که ممنونیم از اونها. متشکرم بچه‌ها. اگه سوالی دارید من در خدمت شما هستم. اگه سوالی ندارید، بازم من مثل روال معمول هر جلسه، بچه امروز راضی بودید یا نه؟ متشکر، متشکر، خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما بچه، خیلی ممنون، متشکر. انشالله امیدواریم که همطور مفید باشه و بعدم اون نتیجه که در پایان به دست میاد یه نتیجه فوق العاده عالی باشه. بچه‌ها بازم اونایی که عضو کانال من نیستن حتما عضو کانال بشید، از طریق لینک یا از طریق آیدی که براتون فرستادیم تو اون جلسات رفع اشکال اونجا هست. سوالی هم اگه دارید، تعدادی از شما سوالاتونو میفرستید و منم پاسخ میدم. اگر سوالی دارید بازم حتما بفرستید، ما پاسخشو خواهیم داد. و کتاب ها رو هم اگر تهیه نکردید حتما هماهنگ کنید با آقای کلنگی خواه، کتاب رو هم در اختیارتون بدن. ممنون میشم از شما، خیلی ممنون، خداحافظ شما.